خب میرسیم به استفاده و نصب و توضیح ابزار ایرکرک روی اوبونتو اولا که روی اوبونتو به شکل پیشفرز ایرکرک نصب نیست و اگر میخواد رو نصب کنید باید از دستور سود و install انستال ng استفاده کنید و پسورد رو بزنید حتی توی کالی نصب هست اگر هم نباشه حالا احیانا یک درصد این سودو رو نیاز نداریم پسورد هم ازتون دیگه نمید پس ایرکرک رو نصب میکنیم اما یه سری توضیحات دیگه در مورد ایرکرک میمونه که هم باید اونو به شما بدم ابزار کرک به شکل پیش خب خودش یک ابزار کرک کردن پسورد وای فای هست که همون هندشیکی که گفتیم بهتون توسط این دستور کرک میشه و میتونید بزنید ایرکرک فاصله حالا اون هندشیکی که گرفتید بعدش هم فاصله دیکشنریتون اما این ابزار زیر مجموعه ابزارهای زیادی داره مثل ایرمان انجی ای ایرمان انجی مثل دیگه ایر بیس انجی مثل ایر ریپلای انجی ریپلای انجی امیدوارم درست نوشته باشم و مثلا دیگه مهماش ایرو دامپ انجی و ممکنه چیز دیگه هم داشته باشه اما هر کدوم از اینا به چه دردی میخوره؟ ایمان انجی دستوری هستش که میتونه کارت شبکه شما رو روی حالت مانیتورینگ قرار بده نه اینکه مانیتور کنه اطراف رو نه از حالت ادابتر خارجش میکنه یعنی دیگه اینجا نمیبینیدش مثلا بتونید انتخاب کنید به چه وایفای وصل بشید و به جاش میتونید کاری کنید با دستور دیگه با دستور ایرودام بتونید اطراف رو مانیتور کنید حالا میبینیم اگر اینها رو که میگم مفهومشون رو نمیدونید حتما اول دربارش سرچ کنید یا برید سراغ آموزش های وایل سکیک ایر ویس کارش به وجود آوردن فیک اکسس پوینت هست یعنی یکی از کارهایی که میکنه و خیلی خوب هم انجامش میده فیک اکسس پوینت درست میکنه ما کاری نداریم فعلا. ای فیک پکت درست میکنه پکت فیک مثلا دیگه خیلی بدخط شد فیک پکت و ایرو دامپنجی هم کارش مانیتور کردن اطراف پس ما الان متوجه شدیم که ایرکرک یه جورایی مثل مستر میمونه و اینها زیر مجموعهش هستن ایرمان، ایر بیس، ایر ریپلای، ایر اما چجوری میتونیم اینو چجوری میشه سیف کرد خب یه بار دیگه نه اجازه بدید اینا رو پاک کنیم مراحل انجام وایرلس هکینگ توسط ابزار ایرکرک به این شکله شما اول باید توسط دستور ایرمان به کارت قابلیت این رو بدید که بتونه اطراف رو مانیتور کنه بتونه اطراف رو ببینه پس شماره یک میشه قرار دادن کارت شبکه روی حالت مانیتورینگ مرحله دوم مانیتور کردن توسط دستور ایرودام NG یعنی ببینیم اطرافمون توی حوزه وایرلس داره چه اتفاقاتی میفته و مرحله سوم گرفتن هند شیک حالا به هر روشی روشی زیادی داره و مرحله آخر یا مرحله چهارم که مثلا بیایم با قرمز نشونش بدیم میشه کرک کردن اون هندشیک توسط ابزار ایر کرک انجی انجی بعد خب الان مراحل رو یاد گرفتید به ترتیب یک دو سه چهار جلسه بعد برای اینکه دیگه الان الان ایرمان رو میتونیم بگیم انوز اونقدر طولانی نشده چجوری میتونیم کارت شبکمون رو بهش قابلیت قرار گرفتن روی حالت مانیتورینگ رو بدیم ببینید توسط دستور این ماننجی اما این ماننجی اولا که میگه با سودو رانش کنید اجازه بدید ما سودو بزنیم سودو ایرمان انجی میبینید میگه که اینترفیسایی هایی که داری اینا هستن این اینترفیس وایلس منه کارچاکه وایفای منه میتونم تا دستور آیف کانفیک هم ببینمش که اینه اترن ان پی 9S0 همون ای 0 یا همون کارچوکی سیمی منه اینم که لوپ بک سیستمه این کارچوکی وای فای هم توی کالی با دبلیو زیرو 0 نشون داده میشه یعنی به جای این نوشته دبلیو لن 0 فرقی نمیکنه یه اسم فقط باید توسط این دستور sudo airmanng airmanng start اسم کارچوکتون کارت رو, رو, روی حالت مانیتورینگ قرار بدید الان دیگه اینجا نگاه کنید من کارت وایفای وای ندارم اجازه بدید قبلا اینجا به تست وست بود اما الان اصلا میبینید که وای فای اینجا وجود نداره به خاطر اینکه از حالت ادابتر در اومده و روی حالت مانیتورینگ قرار گرفته آیف کانفیگ رو هم بزنم اسمش عوض شده و یک مان آخر اسم قبلی اضافه شده اسمش این بود شده یه مان اضافه شده مخفف مانیتور یا مانیتورینگ حالا حتما 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 اینو تست کنید خودتون و اگر دارید روی وی ام وی کار میکنید نیاز دارید کارت شبکه آلفا تهیه کنید آهان کارت شبکه آلفا چیه اونم اول جلسه بعدی بهتون میگم خیلی مهمه اوکی پس الان دیگه همینجا این ویدیو رو تموم کنیم بریم جلسه بعدی